سلام، امروز 12 مرداد 1401 و دیشب سازمان سنجش گفته بود که ساعت 11 مرداد قراره که نتایج اولیه رو اعلام کنه، اما اعلام نکرد. البته من نمیدونستم، به خاطر اینکه میدونستم کنکورمو خیلی قراره بد بدم و در قید و بند اینکه بدونم وای دقیقا کی تاریخ اعلام شده نبودم. اما راستیتش داشتم تو اینستا میچرخیدم که یهویی دیدم که واو، انگاری که میخوان اعلام کنن و یکم استرسی شدم و خواستم ریاکت بگیرم. ویدیو هم گرفتم، ریاکت واقعی بود اون اولش، اما چون نور خیلی بد بود و صدا بد بود ترجیح دادم که یه ویدیوی دیگه بگیرم و اولش رو بگم. حالا بریم ریاکت واقعیمو به رتبه کنکورم ببینیم. کلی گریه کردم امروز، یعنی کلی گریه کردم از چشای پوفال دادم معلومه. So let's go. من گفتم 18000 شدم و وقتی گفتم تماس تصویر گرفت بودم باشه، یه جور شد، خیلی بد شد، خیلی گریه کرد، یعنی گریه نکرد، بغض گرفته بودش، یعنی مامان اونجور نیست که گریه کنه راحت، ولی بغض گرفته بود. فقط تونستم بگم شرمندم، اونم گفتش که چرا شرمنده، تو برای آینده خودت داشتی درس میخوندی. بگذاریم anyway. حالا الان با هم دیگه قرار نتیجه واقعی مو ببینیم. واقعا میترسم. الان فقط کدام نیتش مونده، خیلی استرس دارم، تنهایی، خیلی حالم بده، حالت مامانم بود بدتر میشد، ولی واقعا الان حالم خیلی بده. نمیدونم الان شما هم تو این شرایط بودید یا نه، ولی لعنت به کنکور، لعنت به مؤسسات کنکور، لعنت به قلمچی و گاج و کنکور آسان است و خیلی قهوه‌ای، مدارهای الکتریکی، خازن، بار الکتریکی، کتانجان، تانجان، لعنت به همه شد. مامان نمیخوام برم توش، باید شارژ اینا تموم شم. 32 تنها کاری که باید بکنم اینه که موتور جستجو رو بزنم روش، بزنم روی این کلید سبز که همه چیز اوکی بشه. نه واقعا بزرگ نمیمون. نه میخوام بزنم، الان اگه مامانم اینجا بود اوکی، الان اینجاست نتیجه کنکور من، اما احتمال زیاد خیلی خراب شده و واقعیتش نمیخوام برم، یعنی میخوام برم ولی روم نمیشه برم. چرا نخوندی؟ خاک تو سرت. به مامانم چی بگم؟ ای بابا این نورم که ما رو بچه ها، من دیگه واقعا میخوام این مسخره بازی رو تماشا کنم، ولی واقعیتش واقعا دست خودم نیست، یعنی هر جور فکر میکنم اینا ادا نیست، خیلی بیشتر از اداست. قرمش بچه من دیگه دارم نگاه میکنم دیگه کنکور منه، آینده منه به شما چسن،
چه؟ مگه شما قرار ازدواج کنید؟ شما مگه قرار بهت کنه شورشید؟ چشم پره نمیتونم ببینم. فعلا فقط یه مجاز میبینم. واسه پیام نور. خدای خاکی تو سرت بیاد مبینا. خیلی به خدا نمیتونم. به خدا نمیتونم نگاه کنم. میگم به خدا. حالا من خوردش باشم یه چیزی بخورم الان قندم بیفته یهو. ساعت 3 دارم امتحان میکنم. ساعت 4 الان. اوکی من خودم نمیتونم ببینم. الان شما دارید میبینید رتبه من و من خودم نمیتونم ببینم. اصلا چرا انقدر نگرانی تو که اوی کمرم که میدونی که گند زدی؟ چرا الان این ادار داری در میاری؟ الان داره من میخوره بابا. یه کنکوره دیگه. یا گند زدی یا گند زدی، یعنی انتخاب دومی نداری، کنه گند زدی. ولی نمیتونم ببینم. خواستم به شما چه؟ من دوست ندارم ببینم. دوازده هزار شدم. خب بچه ها دوازده هزار شدم. حقیقتا انتظار نداشتم که درصدام انقدر خوب باشه و برعکس انتظار نداشتم که انقدر رتبه بد بشه. یعنی واقعا نمیدونم این فیزیک هر سال داره گند میزنه به زندگی من. این فیزیک هر سال داره گند میزنه به زندگی من.
انقدر خوندم امسال این فیزیکو، انقدر خوندم این فیزیکو، آخر سرم میدونست که قراره این فیزیک چرا این کارو میکنه با من. اوکی I'm good now. حالا اون قدم نه ولی خوبم الان. خب بچه ها یه سال دیگه با پشت کنکور بمونیم. سلام کنکوری چطوری؟ و در نهایت بچه ها کنکور همه زندگی نیست. اون حرف های کلیشه‌ای که در باره کنکور میزنن و خیلی چیزای دیگه، اما به نظر من کنکور میتونه یک پلی باشه برای جوان ایرانی که خیلی پشتوانه ای نداره. مثل من و مثل خیلی های دیگه. اگه کنکورتون رو بد دادید، واقعا میگم خودتون ناراحت نکنید. اگه ناراحت میکنید چند روز بیشتر طول نکشه. اگه چند روز شد دیگه به خودتون بیایید و بپذیرید که زندگی دردهای بزرگتری داره. این کنکور که مرحله اولشه، تازه میخواید وارد سختی ها بشید و از صمیم قلبم به کسایی که به آرزوشون رسیدن و قبول شدن و حس میکنن که قبول میشن تبریک میگم. امیدوارم در درجه اول انسان خوبی باشید و در درجه دوم دکتر، حالا مهندس یا هر چیزی که دوست داشتید بهترین خودتون باشید. براتون آرزوی موفقیت فراوان میکنم و البته منی.